همیهنان عزیزم از فرصتی که به من داده شده است تا نظراتم را با شرکت کنندگان در کنفرانس احترام به حق حیات و لغو مجازات اعدام در ایران در میان بگذارم بسیار سپاسگزارم در سه دهه اخیر کارزار لغو مجازات اعدام جهان شمول شده و هر ساله بسیاری از کشورها به جمعیت جنبش لغو کنندگان اعدام می پیوندند اما رژیم جمهوری اسلامی در پیشبرد مجازات ضد بشری اعدام سرآمد دولت‌های جهان است. حاکمیت ولایت فقیه به نام خدا و دین از همان روزهای نخست استقرار خود در کشورمان با اجرای مجازات اعدام و کشدار ارتشیان و خدمتگذاران کشورمان بر بام مدرسه رفاه محل آموزش و تربیت فرزندانمان ماشین آدمکشی و خشونتزایی را به راه انداخت. شکنجه، اعدام و دفن مخفیانه شمار زیادی از کنشگران سیاسی در تابستان 67 همچنان بر بدنه زخم خورده ملت ایران خاطره تلخ آن سال هاست. در طی 35 سال گذشته تعداد زیادی از زنان و مردان بهایی، اهل سنت، مسیحی، دگراندیش و دگرباش را به طور ناجوانمردانه اعدام و به قتل رساندند. شاهد آن بودیم که دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی تعداد زیادی از همیهنانمان را به اتهام های واهی و بیپای و اساس مرتبط با فهرست مجازات های منجر به مرگ در قوانین شریعت از جمله مواد مخدر، ارتداد، محاربه، جاسوسی، مفسد فلعرز به صورت فلعی اعدام می کنند. قانون مجازات اسلامی سندی مکتوب از نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت و مقایر با تمام احنامه ها و میساخ های المللی و, و منشور سازمان ملل است. زندانیان بلوچ کشورمان را به اتهام بیپای و اساس معاند به قتل میرساند. در سقرس، شهر پهلوان پرور کشورمان، شیرکوه معارفی را بدون برگزاری دادگاهی عادلانه به قتل می رسانند. در ارومیه که دریاچه از جر این نظام بیکفایت خشکید، حبیب الله گلپریپور، جوان برنای کرد کشورمان را ناجوان مردانه به قتل می رسانند. در دولت تدبیر ولایت فقیه، از یک سو چند زندانی سیاسی را آزاد می کنند. و در مقابل زندانیان عقیدتی را اعدام می کنند ولی گفته می شود که زندانی سیاسی نداریم. ریحانه جباری به چه جرمی در آستانه اعدام قرار می گیرد؟ به غمنگیزترین شکل ممکن کودکان معصوم زیر 18 سال را اعدام می کند. با برپایی چوبه های دار در خیابان صحنه سحنه توحش و شنیع سلب زندگی انسانی را در برابر چشم همگان به معرض نمایش می‌گذارد. قوانین مجازات مرگ و انتقامگیری برای نابود کردن و ترساندن مخالفین به دست حاکمین جمهوری اسلامی و اجرای آن به عنوان هدف قرار دادن نیل به عدالت تنها چرخه خشونت را در تمام سطوح جامعه تشدید می نماید. اکنون رسالت ما ایرانیان در تبعید و به دور از وطن در این راه ارزشمند یک همراه کردن جامعه جهانی و نهادهای سیاسی و مدنی در مقابل خشونت قرون وسطایی در ایران است. دوم پشتیبانی از کارزارهای درون کشور همچون کارزار لگام و ترویج شادی و پرهیز از هر گونه خشونتی در جامعه است. و سوم آگاهی رسانی و ترویج سکولاریزم و گیتیگرایی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، دستیابی به حاکمیت قانون و ترویج فرهنگ نیکندیشی با استفاده بهینه از ابزارهای مدرن و رسانههای های خارج از کشور در داخل ایران می باشد. در پایان، برای برگزار کنندگان این کنفرانس، برای دستیابی به اهداف والا و انسانیشان، آرزوی موفقیت دارم. آینده ایران